Massoud, whose Northern Council was the dominant military power, tried to keep order while the parties talked. But meantime, Pakistan urged on its Afghan client, Gulbuddin Hekmatyar. Ahmad Shah Massoud, with UN help, tried to avoid civil war in the early 1990s. But his rival, Gulbuddin Hekmatyar, rained rockets on Kabul, seeking power for himself, with Pakistani backing. マスードを中心にした新政権づくりに反発し、戦闘を始めた。人々はもう戦闘に疲れ切っていました。国民の支持を失ったテクマチュアル派は郊外に撤退せざるを得ませんでした。 Who is the love one? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Manan? Kabul. マスードが凱旋して一月が経ち、市民生活にも活気が戻ってきました。街のほぼ中央にあるバザールは物が豊富で人が溢れていました。 今のですが、今はそんなことはありません。国外に逃れていた難民も毎日何千人という単位で戻ってきています。この市場の活況を見ていると本当に長い戦争が終わったんだなと実感します。ちょうどの至るところでマスードの写真を貼った家や車を見ました。 市場では、まるでアイドルのブロマイドのようにマスードの写真を写っていました。イスラム政権樹立を果たしたマスードはここでもすごい人気です。丘の麓にある町の一角にやはり戦闘で破壊された民家があります。幸い戦闘の時住民は避難していて、物に戻ってきて商売を再開した老人はマスードに国家再建の期待をかけていました。
Even they stopped humanitarian assistance to our ones.事情が分かったマスードはすぐに現場の司令官たちを近くの小学校に招集しました。そして両方の兵力を引き離すため、新政権樹立にあたってハザラ族は人口比に見合った大臣ポストを要求していましたが、受け入れられず不満が溜まっていたのです。 どうしてこれ以上血を流す必要があるのか。重要なのは破壊された国土の再建ではないか。ゲリラ同士の戦闘もマスードの調停でようやく収まりました。 انتخابات آزاد است این که انتخابات آزاد پارلمانی صورت بگیره و مردم خودشان توسط رأی خودشان حکومت خود تعیین کنه. تمیر کوتو این نریم افکا. در اسلام هر مذهب میتونه که آزادانه به سی داشته باشه، فعالیت داشته باشه و به فعالیت خود دوام بده. در ممانعتی در اسلام نیست. 対外関係、特に日本やアメリカと今後どう付き合っていくつもりでしょうか。 ما با همه کشورها میخوایم روابط نیک داشته باشیم و روابطی که حاکمیت ملی ما را خدشه‌دار نسازه نشان دادن. ما همه تلاش ما ایست که از این به بعد بتونیم به پاس نقطه نظر اقتصادی هم به پای خود استاد شد و هر چیزی و هر کمکی که ما را در قید و در بند و در اسارت بار دوم مواجه بسازه او کمک قبول نخواهد کرد. مساوات معنوی به این معنی است که تمام انسان ها در برادر در پیش اسلام مساوی و برابر است که هیچ انسانی از هیچ انسان دیگه در انسانیت کدام تمیزی و چیز نداره، کدام امتیازی نداره. نظر نفس انسانیت در اسلام همه انسان ها برابر است، سیاه بر سفید، سفید بر سیاه، هیچ کس بر هیچ کس امتیازی نداره. شما که در افغانستان دیدین که آزادی زن ها بسیار محدود است نسبت به دیگر جایا، ای از سبب ناشی از مسائل اسلامی نیست، بلکه اسلام به زنها حقوق بالاتر و بالاتر قائل است. دیگه ای ناشی از عرف و عادات خود مردم افغانستان است که در این قسمت محدودیت هایی که اسلام نگفتن در والای زنها تحمیل شده. اسلام به فرا گرفتن علوم بسیار تاکید کرده و فرا گرفتن علم به زن و مرد مسلمان فرض دانسته. بازه میگم به خدا تا وقتی معذف میدانم به ادامه کار که یک امنیت کامل در افغانستان تامین شود و یک نظام و یک قانون در افغانستان حاکم شود، قانونی که همه مردم در سایه از او خود آزاد فکر کنند و مطمئن باشند و بتانند به زندگی طبیعی خود ادامه بدن. تشکر شما.